پیروزی دشوار رئال بدون مهاجم برابر آتالانتا، بازگشت کومان به کورس قهرمانی، عبور مسی از سوارز و رسیدن به رونالدو، ادامه شکست ناپذیری شگفت‌انگیز سیتیزن ها، چراغ سبز داوید آلابا به رئال مادرید. پیروزی دشوار زین الدین زیدان در برگامو، مندی هم بازیکن اخراج کرد و هم گل زد. تیم فوتبال رئال مادرید در شبی که حریفش 78 دقیقه ده نفره بود، به سختی در مقابل آتالانتا به برتری رسید. در ادامه دوری رفت مرحله 1/8 نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا از ساعت 12:30 دقیقه بامداد پنجشنبه، تیم های آتالانتا و رئال مادرید در ورزشگاه جویس شهر برگامو در ایتالیا به مساف هم رفتند که این دیدار در نهایت با تک گل فرلان مندی به سود رئال ها به پایان رسید. رئال مادرید در شبی که مصدومان زیادی داشت و حتی هیچ بازیکن در نوک خط حمله اش نیز وجود نداشت، با ترکیب کورتوا، واسکس، واران، ناچو، مندی، کاسمیرو، کروز، مودریچ، آسنسیو، ایسکو، وینیسیوس وارد میدان شده بود. نیمه نخست این مسابقه در حال با تساوی بدون گل به پایان رسید که داور در یک صحنه مشکوک و کاملا سختگیرانه در دقیقه 18 فرولر بازیکن تیم آتالانتا را به خاطر خطا برای مندی مدافع رئال مادرید با کارت سرخ مستقیم از بازی اخراج کرد. در ادامه رئال نیز با وجود ایجاد فرصت‌های فراوان روی دروازه حریفش نتوانست به گل برسد و دو تیم در نیمه نخست با تساوی بدون گل به رختکن رفتند. با شروع نیمه دوم رئال از ده نفره شدن حریفش استفاده زیادی کرد و موقعیت‌های زیادی را بر روی دروازه حریفش ایجاد کرد، اما بیشتر حملات تیم به مهاجم زیدان به در بسته خوردند. پس از اینکه زیدان با آوردن دیاز و دو بازیکن جوان فشار حملات را بیشتر کرد، سرانجام در دقیقه 86 به گل برتری رسید تا دست خالی از برگامو به مادرید باز نگردد. در شبی که رئال از نبود یک مهاجم تمام کننده رنج می برد، مندی ستاره فرانسوی کهکشانی ها بود که با شوت سرکش از پشت محوطه جریمه ناجی زیدان و گل پیروزی بخش نماینده اسپانیا را به ثمر برساند. رئال در حال پیروز شد که در بازی برگشت به دلیل محرومیت نمی تواند از کاسمیرو استفاده کند. بازگشت کومان به کورس قهرمانی با درخشش مسی. تیم فوتبال بارسلونا در دیدار موفقه از هفته اول رقابت‌های لالیگا مقابل مهمانش الچه به برتری رسید. تیم‌های بارسلونا و الچه در دیدار عقب افتاده از هفته اول رقابت‌های لالیگا در ورزشگاه نیو کمپ به مساف هم رفتند که این جدال با برتری 3-0 به سود شاگردان کومان به پایان رسید. پس از تساوی بدون گل دو تیم در نیمه نخست، بارسا در آغاز نیمه دوم موفق شد به گل برسد. مسی موفق شد در دقیقه 48 نیمه دوم با یک ضربه به قلب‌های دقیق دروازه الچه را باز کند. بارسا در دقیقه 69 باز هم روی کار تیمی و ضربه تمام کننده مسی به گل رسید و حساب کار 2-0 شد. این پایان کار نبود، زیرا بارسا روی حرکتی که توسط مسی آغاز شد، گل سومش را نیز توسط جوردی آلبا به الچه زد. ارسال مسی برای مارتین برایوت در داخل محوطه جریمه، پاس با ضربه برای آلبا و در نهایت ضربه تمام کننده مدافع پیشتاخته بارسا باعث شد بلاگرانا با گل سوم هم دست پیدا کند. بارسا در ادامه نیز با به میدان آمدن گریزمان دو فرصت گلزنی دیگر را توسط این مهاجم فرانسوی از دست داد و در نهایت بازی با نتیجه قاطعانه 3-0 به سود بارسا تمام شد. مسی فوق ستاره آرژانتینی بارسا که در پایان این بازی پیراهنش را با دروازه‌بان جوان الچه عوض کرد، در پایان به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. بارسا با این پیروزی 5 امتیازی شد و به صورت موقت به رده سوم جدول صعود کرد. لیونل مسی با دبل امشب برابر الچه بالاتر از سوارز به صدر جدول گلزنان لالیگا قرار گرفت. تیم فوتبال بارسلونا امشب در دیدار موفقه هفته نخست رقابت‌های لالیگا در ورزشگاه نیو کمپ به مساف هم رفتند که این دیدار با دبل مسی و یک گل آلبا حریفش را شکست داد تا دوباره به کورس قهرمانی رقابت‌ها برگردد.
مسی با دو گلی که امشب در این دیدار خانگی به ثمر رساند، ضمن درخشش دوباره و تاثیر مستقیم در پیروزی دیگر بارسا با 18 گل زده در صدر جدول گلزنان لالیگا قرار گرفت. سوارز از اتلتیکو با 16 گل زده در رده دوم قرار دارد. همچنین مسی با 13 گل زده در سال 2021 بالاتر از لواندوفسکی و هالند در صدر قرار دارد. هیچ بازیکنی در 5 لیگ معتبر اروپا از آغاز سال میلادی جدید به اندازه مسی گل نزده است. همچنین مسی با گل زده امشب به تعداد گل‌های زده رونالدو در سری آ نیز برابری کرد. در حال حاضر هر دو فوق ستاره در لالیگا و سری آ 18 گل به ثمر رسانده اند. ادامه شکست ناپذیر شگفت‌انگیز سیتیزن ها. تیم فوتبال منچستر سیتی با شکست نماینده آلمان مسیر صعود و جمع 8 تیم برتر لیگ قهرمانان را هموار کرد. در ادامه دور رفت مرحله 1/8 نهایی رقابت های لیگ قهرمانان از ساعت 12:30 دقیقه بامداد پنجشنبه در ورزشگاه پوشکاش آرنای شهر بوداپست کشور هنگری به مساف هم رفتند که در نهایت این دیدار با برتر شاگردان پپ گاردیولا به پایان رسید. سیتی نیمه اول را با تک گل برناردو سیلوای پرتغالی پیروز برخت کند. در نیمه دوم نیز این سیتی بود که باز هم به گل رسید و این بار نوبت ستاره برزیلی رسید که گل زنی کند. گابریل جسوس در دقیقه 65 روی پاس و از ضربه سر برناردو سیلوا گل دوم تیمش را وارد دروازه حریف کرد. در ادامه نیز دیگر توپی از خط دروازه ها عبور نکرد و سیتی با برتری 2-0 در این دیدار مسیر صعودش به دور بعدی رقابت های لیگ قهرمانان را هموار کرد. سیتی همچنان با کسب این برد به 19مین پیروزی متوالی در تمام رقابت ها رسید و کماکان به شکست ناپذیریش در رقابت ها ادامه داد. چراغ سبز داوید آلابا به رئال مادرید. به نظر می رسد باید انتقال داوید آلابا مدافع اتریشی بایر مونیخ به رئال مادرید را در تابستان قطعی دانست. مدتی است که نام داوید آلابا مدافع با تجربه تیم بایر مونیخ با رئال مادرید پیوند خورده است. قرارداد او در پایان فصل پس از 9 سال حضور درخشان در این تیم آلمانی به پایان می‌رسد. به نظر می‌رسد باید انتقال داوید آلابا مدافع اتریشی بایر مونیخ با رئال مادرید را در تابستان قطعی دانست. مدتی است نام داوید آلابا مدافع با تجربه بایر مونیخ با رئال مادرید پیوند خورده است. قرارداد او در پایان فصل پس از 9 سال حضور درخشان در این تیم آلمانی به پایان می‌رسد و از همین حالا تیم‌های بزرگ اروپایی برای در اختیار گرفتن او وارد عمل شدند. در حالی که خود آلابا نیز هفته گذشته در جریان نشست خبری در لیگ قهرمانان به طور رسمی اعلام کرد که در پایان فصل از بایر مونیخ جدا خواهد شد، اما نامی از تیم جدیدش نگرفت. با این حال پی اس جی یکی از گزینه‌هایی است که برای خرید آلابا که توانایی بازی در 3 پست را دارد علاقه‌مند است. اکنون پایگاه خبری اسکای در هلند گزارش داده که آلابا با مالک قطری باشگاه فرانسوی به صورت قاطعانه پاسخ منفی داده و گفتن می‌خواهد برای ادامه فوتبالش با رئال مادرید مذاکره کند. این گزارش همچنان می‌افزاید هیچ توافقی به صورت قطعی میان رئال و آلابا نشده، اما روند مذاکرات خوشبینانه برای طرفین پیش می‌رود. سپاس از اینکه تا انتها با ما همراه بودید. تا یک ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.